گروه طالبان علا رقم ایجاد محدودیت و فشار بر شیعیان پس از تسلط دوباره در بر افغانستان تلاش دارد که عمل کرده خود را وارونه و به شکل مثبت جلوه دهد. همکارم در این زمین گزارشی تیگه نموده که با هم میبینیم. گروه طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان بیشترین فشار و محدودیت ها را علیه شیعیان و هزارها اعمال کردند. این گروه اما هر از گاهی با استفاده از دستگاه های تبلیغاتیشان دیدارهای برخی از شیعیان با مقامات این گروه را به عنوان رضایت شیعیان از عملکردهای طالبان جلوه دادند به تازگی دفتر معاونت رئیس الوزرای طالبان در خبرنامه ای گفته که شماری از بزرگان شیعیان از حل بسیاری از مشکلاتشان ابراز رضایت کردند بر اساس بیانیه طالبان شماری از افراد تحت عنوان بزرگان شیعیان با معاون رئیس الوزرای این گروه دیدار نموده و از همکاری طالبان ابراز رضایت کردند. این بیانیه در حالی منتشر شده که طالبان پس از به قدرت رسیدن فقه جعفری را به طور کامل حذف کرده و متون فقهی شیعیان را از دانشگاه ها و نهادهای های اکادمیک جمع کرده است. طی سه سال گذشته این گروه همچنین شدیدترین محدودیت ها را نسبت به مراسم محرم و ازاداری امام حسین علیه السلام وضع کردند ماه گذشته کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده در گزارش جدید خود گفته بود که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان رو به وخامت است این کمیسیون طالبان را به نقض مداوم آزادی های مذهبی به ویژه علیه شیعیان متهم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول این گروه شده است.